سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید شالنگی هستم، در ساعت 1 بعد از ظهر شرجی واشنگتن همراه شما عزیزان خواهم بود و نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در ایران، منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. افزایش نرخ تورم در ایران به گزارش بانک مرکزی حکومت چه پیامدهایی بر سفره مردم ایران دارد؟ آرام آرام آغاز تحریم‌های تازه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران نزدیک می‌شود. چه پیامدهایی دارد؟ وزیر خارجه فرانسه آقای ادریان در وین در برابر وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت جمهوری اسلامی باید درباره سه موضوع از جمله برنامه هسته‌ای بعد از سال 2025 یعنی انتهای تعهدات برجام، سیاست‌های موشکی و سیاست منطقه‌ای خود شفاف سازی کند. وزارت خارجه حکومت فقیه در ایران در این زمینه واکنش نشان داده. آخرین گزارش‌های منتشر شده اقتصادی در تهران خبر از افزایش تورم می‌دهد. چه پیامدهایی بر سفره مردم ایران دارد؟ و پرسش‌های دیگر درباره آنچه که در ایران می‌گذرد. همراه من و شما هستند در اروپا هر دو میهمان برنامه آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان که در گوشه دیگر از اروپا با ما هستند دور از لندن، و آقای حسن منصور، استاد دانشگاه دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس که البته از انگلستان با ما خواهند بود، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی. این خبر رو هم داشته باشیم که حکومت ایران اعلام کرده از چندین هزار خانه دیگر در سوریه می سازد، در حالی که بلدوزرهای ولایت فقیه خانه هایی را بر سر مردمان و ساکنان آنها در نزدیکی دانشگاه الزهرا ویران کردند. پس از گذری به این منطقه همراه شما خواهیم بود. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به جناب دکتر منصور، بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. پوزش میخوام آقای چالنگی، من در فضای باز نشستم، عینکم تیره شد. متاسفانه همه عینکایم که دارم اینجوریه. در نتیجه اگر چشمار بنده تیره است پوزش میخوام. خب اینا که تیره سبب پوزش‌های میتونه نباشه، اونها که وضع رو بر مردمان تیره کردند نیازمند لازمه، نه پوزش‌هایی، بسیاری از مسائل دیگه. و آقای منصور سلام به شما. عرض سلام جناب آقای چالنگی، سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان ارجمند برنامه. آقای نوری‌زاده، صحبت تیرگی شد، واقعا وضعیت چنین تیره برای مردمان ساختن در کنار دانشگاه الزهرا بلدوزرها آمدن و خونه رو بر سر مردمان ویران کردن، در سوریه 30,000 خونه ساخته میشه، در لبنان چنین کردن، در ونزوئلا چنین کردن، در همون تهران در همون حوالی میدون ونک خونه‌هایی ساختن
که به دلار میفروشن و بالای 5 میلیون دلار قیمت اون خونه ها هست در کامرانیه تهران و جاهای دیگه، و مردمانی که در اونجا بیشتر کارگرن، بیشتر کارمندان بازنشسته هستن. این وضعیت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ جناب شالنگی، این تصاویر چند وقتی است که دل بنده و شما رو و هر کی اون رو دیده به درد می‌خوره. 70 سال آدمی در اونجا زندگی کرده، جوان بوده، بچه دار شده، نوه دار شده، سخت بالا سرش بوده این خونش، تازه غیر قانونی هم نگرفته، این خونه رو گرفته در ازای قسطایی که داده در حال دانشگاه الزهرا، یکی دیگر از مراکز مافیایی رژیم، دیده که زمینا گرون شده، اونجا به فکر تصرف افتاد. اون وقت چطور یه مبلغ جزئی به اینا بدن که باش قادر نیستن یه اتاق بگیرن، چه برسه به یه خونه؟ و این آقای سیدعلی، آقای خامنه‌ای که در جنوب لبنان 7000 خانه برای حزب الله ساخت، کودکستان، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، و نه فقط در اونجا، شما هر جا میرید کرم مقام معظم رهبری شامل حال شیعیان یا علی گوی یا سید علی گوی شده، الان هم در سوریه دارن میرن خانه میسازن. اینا همه جا، هر جا شما بیرن، مثلا مرکز اسلامی دارن دارالزهرا در غنا، اون بغل رفتن اینا که شیعه شدن براشون خونه ساختن، و انواع و اقسام در عراق همینطور برای ساختن مقبره فاطمه زهرا که در بقیع بنده و شما رفتیم اونجا دیدیم، و اونجا دارن یه قبر قلابی میسازن با میلیاردها تومان خرج، یا برای حضرت علی که خیلی قبه و بارگاه باشکوهی داشت، درست بود، همین صدام این آخری یک گنبد طلای عالی براش ساخته بود، دوباره برای اینکه یه دکون درست بشه و بتونن بالا بکشن، اونجا هم یه بساط را انداختن، حاج قاسم سلیمانی هم میره مراسم رو بازدید میکنه. اینها نشانه اینه که ما به اون حقیقتی که به دفعات بنده و شما اشاره کردیم میرسیم، که اینها بیگانن، اینها ایرانی نیستن، اینها به سرزمین ما مثل یکی از سرزمین‌های اشغال شده نگاه میکنن. اینها درست همون سعد ابن ابی وقاص هم دوباره در هیئت تازه با عمامه‌های جدید اومدن ایران رو اشغال کردن، و در این اشغالگری، غارت ایران، تعرض به نوامیس مردم و این فشارهایی که میبینیم بر آحاد ملت میاد، جزو سیره و جزو اخلاق و عادات و روششونه. نمونه های تاریخی داریم، نمونه های روشنش هم الان جلوی ماست و آشکارا میبینیم. اینهایی که مدعی ان ولی فقیه از رحم مادر اومد یا علی میگفت، حقا که واقعا فرهنگ و ادبیات و روش علی رو خوب پیاده کردن، عملا داریم مشاهده میکنیم و چیزی جز این نمیتونم بگم که اگر واقعا ما ملت تکون نخوریم، اگر حرکت نکنیم، اینها ایران رو به باد خواهند داد. نقشه اینا واقعا اینه، برای 3 نسلشون هم 4 نسلشون هم پول بیرون فرستادن، خونه و زندگی هم از نواده امام خمینی تا بقیهشون در کانادا و نیوزیلند و جای دیگه خریدن، گذرنامه هم دارن، یک کشور ویران بگذارن برن، که در حمله مجدد مسلمین شیعه به ایران این بار این اتفاق افتاد. خب بله، اگه پرسیده بشه که وطن اینها کجاست، در واقع جواب بسیار روشن ساده هست که وطن اینها حساب‌های بانکی اونا هستن، که آقای نوری‌زاده اشاره کرد که منتقل کردن به جاهای مختلفی. که اشاره کوتاهی بکنم، در اینجا در آمریکا هم میان طرحهای جدیدی اگر هست، یک فرمولای داره ایالت به ایالت، در اینجا در ویرجینیا مثلا همین نزدیکی های ما مجتمعی بوده، میخواستن قدیمی برج‌سازی کنن، بالای 160% قیمت خونه ها رو پیشنهاد میکنن. اگر 100,000 دلار میارزه، 160,000 دلار به طرف میگن ما میخریم از شما، و بعد از 6 ماه هم هزینه هتل 4 ستاره به شما میدیم اگر مایل هستین. و تازه اگر 70% اهالی امضا کردن و راضی بودن، چون این کاری رو به اصطلاح شرکت پیشنهاد دهنده میتونین طرح اجرا کنه، با عزت و احترام بسیاری هم مایل هستن، جواب مثبت میدن. آقای منصور، واقعا ایران به عنوان یک کشوری با درآمدها، با سرمایه‌هایی که داره، واقعا باید
وضعیت مسکنش چنین باشه، حتی اگر نیاز داره اون زمین ها رو کار دیگه بکنه، باید حل مسئله به این شکل باشه. جناب چالنگ عزیز، ببینید در ایران مالکیت از سوی این نظام به عنوان یه حق قانونی شناخته نشده، بلکه به عنوان عطیه از سوی فرمانروایان پذیرفته شده است. در نتیجه سلب مالکیت از افراد با عنوان شبه قانونی، عرض کنم، مصادره ها، دادگاه های انقلابی هنوز ادامه داره. مصادره هایی که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار میگیره، یعنی زیر نگین ولی فقیه قرار میگیره، خانه های مسکونی مردم، املاک بازرگانی تجاری مردم، املاک بدون صاحب و تمامی مواردی که تحت مصادره قرار میگیره با عنوان خلافهایی که به طرف استناد میکنند، تمامی اینا در اختیار ستاد اجرایی قرار میگیره. ملاحظه بفرمایید، به این ترتیب اصل مالکیت به عنوان حق در ایران به رسمیت شناخته نیست، بلکه به عنوان عطیه است که مثل دوران سلاطین قدیم باید سرسلطان به دیگران ببخشه. در نتیجه آقای خامنه ای میتواند به کسانی که دوست داره منزل رو هدیه کنه، ویلایی رو ببخشه، به طوری که در همین اواخر در داستان ویلاها معلوم شد که ویلاهای چند صد میلیارد تومانی در اختیار چه کسانی قرار گرفته و اینا در مصاحبه ها اعلام کردن که این حق ماست، برای اینکه این حق مسلمینه، یعنی مسلمینی که بر کفار غلبه کردند املاک اونها رو به غنیمت میبرند به عنوان انفال. مثلا آقای فلاحیان گفت که این حق ماست، ما اینو به غنیمت گرفتیم. همینطور دیگرانی که این حرف رو نگفتن، آقای خاتمی اصلاح طلب در کاخ، عرض کنم، آقای دکتر اقبال می نشیند و به روی مبارک نمی آورد که اینجا قصبیس مال شخص دیگری است. در اونجا اگر اهل نماز خواندن باشن نمازشون نباید درست باشه، ولی می گوین من این رو به حلالی گرفتم. از دست کی گرفتم؟ از دست خمینی که او غصب کرده است قضیه رو. ملاحظه بفرمایید، اصل قضیه در اونجاست، اینکه در ایران همین لق شدن، بی اعتبار شدن مقوله مالکیت اقتصاد ایران رو پایه‌هاش سست کرده و هیچ کس به آینده خود اعتماد نداره. این از اون مسئله نشأت میگیره و متاسفانه این رو وارد قوانین کردن. یعنی شما صنعت نفت ایران، دارایی های زیرزمینی، معادن رو وقتی جزء انفال حساب بکنید، یعنی جزء غنیمت های جنگی که 20% از همون لحظه اول مال ولی فقیه و دیگری ها هم به فرمان ایشان توزیع می شود. به این ترتیب در ایران ما در واقع به کشور سرکار نداریم، با یه دولت سرکار نداریم، با یک، عرض کنم، به اصطلاح انقلاب سرکار داریم که در اونجا تمامی قواعدی که اطلاق می شود قواعد ما قبل دنیای مدرنه، قواعد بدوی دوره های اعراب بدوی بیابانگرده که امروز در ایران اطلاق میشه به عنوان فقه، یعنی مجموعه ای که به عنوان فقه در ایران مطرحه، اینا یک سری اصول عقب افتاده قرنها پیشند در کشورها، در کشور که نمیشود گفت، کشور که نبودن، در قبایل عقب افتاده امروز به صورت فقه مدون دارن اجرا میکنن اینها رو. در نتیجه مقوله مالکیت که ما تبعات اون رو به این صورت میبینیم از اونجا ناشی میشه و این رو آقایان مباح میدونند. گزارش تصویری هست از سر پل ذهاب که در برنامه پیشتر ما نشون دادیم، اما مایل هستم در اینجا باز هم همراه شما عزیزان ببینیم سر پل ذهاب و دختر نازنینی که از وضعیت خودشون زلزله زد. ما الان 10 ماه که اینجا زندگی میکنیم، هر دفعه میریم ستادم این روبرومونه، هرچی هم که میگیم اصلا هیچ توجهی بهمون نمیشه، میگیم هرچی میگیم ما الان اینجا زندگی میکنیم تو چادر، یکم کمک رسانی کنید، بچه کوچیک داریم، اصلا میگن یه چشم به ما میگن و هیچ توجهی هم نمیکنن.
این خونه اینجا خاله من کنارم ایستادن و این بچه‌شون 3 ماهه که به دنیا اومده توی چادر با وضعیت خیلی سخت. 3 بارم رفتیم فرمانداری هیچ توجهی نکردن، گفتیم که یه کانکس لاغل بهمون بدید، بچه‌مون تو گرما سخت واقعا وضعیتمون، اصلا توجهی نمیشه. به اداره آب گفتیم لاغل یه شاخه آب برا ما بکشید، اصلا هیچ توجهی نمیکنن. همیشه میگن شما خب باید خودتون خونه بگیرید، خونه تو وضعیت به این گرونی اصلا هیچ توانایی نداریم. آقای موزید مشاهده کردین سر پل ذهاب ماها گذشته از زلزله، وضعیتی که هست مردمان چنین وضعیتی دارن، از اطراف دانشگاه از زهرا همون مدرسه عالی دختران گرفته تا زلزله زدگان کرمانشاه، واقعا این 30,000 خونه‌ای که دارن در سوریه میسازن برای کمک به مردم سوریه هست، یک باج به یه عده دیگه یا مهملی هست برای باز هم چپاول بیشتر چی هست؟ حال اون که میدونیم در بازسازی سوریه اگر بازسازی در کار باشه روس‌ها اعلام کردن که نقش اول رو عملا خواهند داشت در آینده و بقیه. مجموعی از همه این آقای چالنگی، من یه نکته رو فقط در تایید فرمایشات آقای دکتر منصور بگم. یه وقتی یه آقایی به من تلفن زد، اول پرسی کرد، گفت من آقای فلانم، بعد گفت ببخشید من در منزل شما میشینم، تازه خریدم و شنیدم اینجا مال شماست، شما اجازه میدید من اینجا نماز بخونم که غصبی نباشه؟ من سوال کردم از ایشون ببخشید شما خونه منو تصرف کردی، از من میخواید به اجازه نماز بدم؟ گفت آخه من که تصرف نکردم، 8 دست گشته از زمانی که مصادره کردن، حالا شما لطف کن، من آدم متدینی هستم. بعدم من پول دادم معادل قیمت روز، گفتم انشاءالله قبول نمازتون. و همطور که آقای دکتر میگه دقیقا قضیه انفاله و همون اتفاقاتی که در صدر اسلام میفتاد، میرفتن اموال مردم رو میگرفتن و توزیع میکردن، الان هم داره اتفاق میفته. آنچه در سر پل ذهاب شما مشاهده میکنید یک نمونه از هزارانه. متاسفانه همون زمان یک پیر بلوچی رو دیدیم، شما هم حتما دیدید، کنار یک برکه گندیده آب ایستاده بود و العتش العتش میکرد. و این حکایت تراژدی که در سر تا سر کشور ما باش روبرو هستیم. منتها ببینید آقای چالنگی عزیزم، شرح درد رو ما سالهاست داریم میدیم و به نقطه‌ای رسیدیم که تقریبا برای اکثریت مردم این حکایت، این قضیه آشکار شده که این رژیم نه اسلامیه، نه مقدسه، نه هیچ ارتباطی با خدا داره. اینا یک مجموعه آدم هایی هستن که با دروغ و فریبکاری دین رو مصادره کردن و به نفع خودشون از اون قوانین دارن بهره میگیرن، نه به ایران اعتقادی دارن، نه به عدالت، نه به روز قیامت، به هیچ اعتقاد ندارن. شما فکر کنید اینا نماز میخونن یا واقعا موقع نماز اینا دارن جمع و تفریق میزنن پولایی رو که خارج کردن؟ نه، بنده اعتقاد دارم الان موقعی که واقعا مردم ما باید به خودشون بیان. این حرکتی که در داخل ایران میبینیم، این باید یه حرکت همه‌گیر بشه. نمیشه همینجوری 2 روز تظاهرات اینجا بعد متوقف بشه و بره. باید نظم و ترتیبی داد. این رژیم باید بره. این رژیم دشمن ایرانه، دشمن حاکمیته. دیروز دریای مازندران رو دادن، فردا جای دیگر رو میدن. اینا براشون اصلا اهمیت یک واحد جغرافیایی فرهنگی به نام ایران نداره. اینا 13,000 تا امامزاده درست کردن. ایران اونای امامزاده ها دکان درآمده. و عراق برن، عتبات، خوب خیلی هم خوبه اگر پاشن برن و ملت ایران رو از این مصیبت نجات بدن. اما اگر نرن، این بر عهده ملت ایرانه. همونطور که در طول تاریخ ثابت کرده، بر همه قاضیان و فاتحان غلبه کرده. اینها رو هم باید از قدرت پایین کشید. من واقعا جز این راهی برای این رژیم نمیبینم، چون اصلاح طلبش نشون داد که ایرانی نیست و در اندیشه ایران نیست. الباقیشون هم که دیگه تکلیفشون معلوم. آقای منصور، من این نکته رو هم بگم ضمناً. آقای منصور علاوه بر تخصص اقتصادی که دارن، اقتصادی و در زمینه اقتصاد،
پژوهشگر تاریخی هستم و تخصص تاریخ اسلام رو نیز دارای پژوهش‌های بسیار هستم در این زمینه و سالها تحقیق و ادیان مختلف. پرسش من از شما این آقای منصور، اساسا این حکومت به فرض اینکه چون خود حکومت مدعی هست، آیت الله خمینی مدعی بود که پیامبر اسلام سرگرم غزوات بودن، نتونستن حکومت اسلامی پیاده کنن، امام اول شیعیان هم نتونست، برای اینکه باز هم دوچار به گفته ایشون توطئه بودن و از این سخن، ما آمدیم که چنین کنیم، مرجعیت هست و روحانیت هست و بقیه. حالا اگر این حکومت اسلامی نیست، اساسا آیا یک حکومت دینی میتونه مملکتی رو در قرن 21 اداره کنه، هم از اسلامی یا غیر اسلامی؟ اساسا یک حکومتی که بر مبنای دین باشه، حالا در اینجا اسلام و شیعه، توانایی همگامی با جهان معاصر رو داره؟ عرض بکنم ببینید، مقوله سیاست جناب چالنگی یک مقوله زمینی است، یعنی به مقوله قدرت که از اراده افراد برمیخیزه برمیگرده. نحوه سازمان دادن و نشأت دادن به این اراده کار امر سیاسته. در نتیجه اگر اراده مردم انسانها در میان باشه، در اونجا به مسئله عرض کنم آسمانی جایی نمیمونه. در نتیجه مقوله سیاست با آسمان ربطی نداره. مقوله سیاست یعنی اداره کردن رفاه، زندگی، تأمین شرایط، تأمین معیشت برای مردم. تأمین معیشت مال خود مردمه، ولی تهیه شرایط اون، تأمین شرایط اون کار سیاستگر و امر سیاسی است. به این ترتیب تمامی ادعاها که هر دینی ام از اسلام یا غیر اون میتواند کار سیاسی بکنه باطله، به خاطر اینکه سیاست امری است با ضرورت‌های روزمره و این اراده افرادی که در اون زندگی میکنند تعیین کننده اونه. در نتیجه این نظر مردم است که میتواند، ولی وقتی شما به یک دوگم میرسید، به یک امر جزوی میرسید، شما ببینید این سوال اساسیتون که متاسفانه در میان دین اندیشان، در میان به اصطلاح نو اندیشان نیست، حتی در میان نو اندیشان اسلامی ایجاد توهم ها گرفتاریایی کرده. شما به تمام بیانات این آقایون نگاه بکنید، مطالبشون بخونید، نوترین نو اندیشان، اونا رو ببینید، در نهایت یه ملغمه ای از عرض کنم اراده مردم و مسلمات دین رو به مردم عرضه می کنن، بیان که معلوم کنن که مرجع و منبع مسلمات دین چه باید باشد، و در نهایت کنترل باید در دست صاحبان یا مفسران اون مسلمات دین باشه. تمامی این تفسیرها، تمامی این به اصطلاح بزرگان نو اندیش حرفای بی ربط میزنن و جسارت این رو ندارند که در این زمینه به گفتگوی جدی بنشینن. اینا از درک دموکراسی ناتوانند، اینا از حرمت و کرامت انسان بدورند و بافندیگری که میکنند علیه حرمت به نفس انسانه. به این ترتیب از ماجرای رنسانس و رفرماسیون اروپا به بعد که در سده های اخیر به ویژه در دهه های اخیر نوسازی شده، جایی برای امر الوهی در امر سیاسی نمیمونه. امر سیاسی مال مردم، از اراده های مردم برمیخیزه. همینطور امر اقتصاد، مسئله این نیست که در اینجا اندیشه دینی بتونه تحوهی عرضه کنه. چنته تمام آقایان به جرأت عرض میکنم، چنته آقایون خالی است. من این رو نه امروز، همون 40 سال پیش در پلتفرمای رسمی ایران گفتم که آقایون اگر جرأت میکنند درباره اقتصاد اسلامی صحبت کنند، تشریف بیارن در هر تلویزیونی، مشروط به اینکه 3 روز پیش من رو در اوین شکنجه نکرده باشن.
بیان اونجا بشیم با هم صحبت کنیم با تمام مدعیانشون، با تمام مدعیانی که دم از اقتصاد تولیدی توحیدی میزدند، دم از اقتصاد اسلامی میزدند. حدود 20 تا 25 تا کتاب و جزوه‌ای که منتشر کرده بودند، من اینا رو کتاب درسی دانشگاه کردم، همشو دادم به دست دانشجویان اسلامگرا، گفتم اینا رو بخونید. پاسخ سوالهایی رو که در درس کلاسیک اقتصاد مطرح میشه شما از این مراجع بکشید بیرون. بعد از 2 ماه همه اینها به گل نشستن و اومدن که آقا جواب این سوالها که در این کتاب درسی اقتصاد مطرحه از این جزوات در نمیاد، برای اینکه وجود نداره. عنایت بفرمایید، اینا اون روز فکر میکردن چون تدوین نشده است، ولی چنین چیزی اقتصاد مالی نیست که شما بشینید و ببافید، بلکه علمی است مثل علم فیزیک که 300 سال از عمرش میگذره، مدل داره، فرمول داره. به همین ترتیب منحرف نشم از سوال شما که امر سیاسی بود و امر اقتصاد، جو به هم مربوطند. بیان ساده این است که هیچ دینی، نه مسیحیت، نه یهود، نه دین شینتو، نه دین جین، نه دین برهما، نه دین اسلام، چیزی در عرصه اقتصاد و سیاست برای عرضه ندارن. اینا عرصه های خصوصی وجدان آدمی است و آدمی با همون وجدان میتواند در سیاست شرکت بکنه. از جمله آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب، یعنی بعد از نظام پادشاهی، هم کتابی داشت در همون سالها، اقتصاد توحید. آقای نوری‌زاده، آیت الله خمینی آمده بود و در سخنرانی اول خودش در بهشت زهرا گفته بود که نسل‌های پیشین حق نداشتن برای ما انتخاب کنن، وضعیت امروز رو بنابراین حتی اگه برای خودشون، ولی برای ما الان ما میخوایم نظام تازه ای رو انتخاب کنیم. صحبت نواندیشان دینی شد، اما نسل‌های نوع میراثدار آیت الله خمینی مثلا، از جمله آقای محمد جواد ظریف رو میبینیم که میاد رو در روی دوربین تلویزیون در مصاحبه با آقای رشیدپور اعلام میکنه که چرا ملت ایران چون این هست و همه دنیا به گفته شما آقای ظریف با ایران مشکل دارن و چون این و چنان و اینها. شما قطعا در جریان این برخی بینندگان اگر نیستن، و میگه که اینو مردم ما انتخاب کردن، کمپینی را میفته جوانان امروز، جوانان امروز چه انتخابی کردن. و اون دیگری که عطاالله مهاجرانی باشه در مصاحبه با تلویزیونی بر زخمای ملت ایران با خنده های آزاردهندهی که از طرف بسیاری آزاردهنده توصیف شد، این اظهار اطمینان میکنه که این نظام نه تنها بر حق به نحوی بلکه ماندگار هست برای همیشه. حالا هست یا نیست بحث دیگری است، اما تفسیر شما رو میشنویم. واقعا مردم ایران نسل‌های جدید چون وضعیتی رو میخوان، بلدوزرها در میدون ونک، فقر و بیکاری، وضعیت زلزله زدگان در اونجا، خواست جوانان ایرانی هست. جناب چالنگی، اجازه بده من یک اشاره به فرمایش های دکتر بکنم که نوع اندیش دینی ما داشتیم. ما بزرگ مردی مثل آیت الله برقعی رو داشتیم که اینا کشتنش، کاظمینه بروجردی رو داریم که 11 سال شکنجهش دادن با چه وضعی. حرف اونا این بود که آقا دین لله و ملک للقیصر، چیزی که میگفتن حکومت باید از حکومت خدا جدا باشه. حکومت خدا حکومت معنوی است و سکولاریسم که ما ازش یاد میکنیم در واقع در همین مفهومه و همون مفهوم سنتی که مراجع ما داشتن که آقا حکومت مال شاه، مال سلطان، ولی امر اوست، ما هم به امر آخرت میپردازیم، کسی هم بهشون کاری نداشت، کارشون رو میکردن، از میانشون هم علما و حکما میمدن بیرون، نه آدم کشانی مثل ری شهری و فلاحیان و این جماعتی که شاهدش هست. فقیه اینا میشه احمد خاتمی. ما فقیه اون زمان مردان بزرگی بودن، علامه رضا صدر و مرحوم شریعت مداری و دیگران دیگران. این است که ما نوع اندیشه دینی هم داشتیم. الان هم مردی مثل مجتهد شبستری است که برخلاف آقایون نیمه فکولی اون حکایت رو صاف کرد و خیلی روشن مقوله جدایی دین از دولت رو کاملا مشخص کرد. اما در مورد خواست مردم ایران
ببینید آقای چالنگی، در تونس در یه شهر کوچولو یه نفر فقیر آدم دست فروش خودش آتیش زد و حکومت سقوط کرد. یعنی انقدر اون آقای بن علی شرافت داشت، وقتی دید چنین شورشی شد به جای اینکه با تفنگ سرکوب بکنه سوار هواپیما شد، دست زنش رو گرفت و رفت. در خود ایران محمد رضا شاه وقتی موج مخالفان رو مشاهده کرد، علارغم اینکه بعضی از جنرال ها و دولت مردم بهش میگفتن آقا چیزی نشده، از این اتفاقا قبلا افتاده، بمان و مقاومت کن، به ارتش فرمان آتش بده، نکرد. چون گفت وقتی مردمی مرگ منو میخوان، وقتی مردمی نمیخوان منو، من با تفنگ خودم رو تحمیل کنم. دوباره چند روز بعد، چند سال بعد همین ماجرا تکرار خواهد شد. اما وقیح تر از اهالی ولایت فقیه کسی وجود نداره و از اونا وقیح تر اینایی که مثلا اومدن خارج، مثلا به خاطر قضایای مختلف اومدن خارج و اینجا نشستن دارن باد به کباب ولی فقیه میزنن. این دیگه برای آدم غیر قابل تصوره. هرچی هم زور میزنن اون بابا قبولشون نمیکنه. نامه مخفی، نامه با واسطه، التماس دعا فایده نداره، برای که اون بابا هم تو دنیای خودش میگه اینا قابل اعتماد نیستن. منظورم اینه توجیه رژیم جمهوری اسلام به هیچ وجه قابل قبول نیست. ملت ایران حرفشو زد. ما سال 88 رو از یاد نبریم. جمعیت میلیونی بود. همین دی ماه گذشته رو از یاد نبریم. در صد و اندی شهر ایران مرگ بر اصل ولایت فقیه گفته شد. فقط یک نظامی باید از خط وقاحت عبور کرده باشه که هنوز هم وزیر خارجش بیاد این ادعاها رو بکنه و واقعا دزد با چراغ آقای ظریف چقدر قدر خودش رو کم کرد. این آقا رو میخواستن به عنوان امیر کبیر و مصدق به ملت جا بزنن بعد از برجام، ولی واقعا نشون داد که در حقارت اگر خیلی بخوایم بهش نمره بدیم، میزا آقا خان نوریه. این همونه که میزا آقا خان امیر کبیر گوش شاه رو میگیره، بهش آموزش میده، میزا آقا خان میگه دوتا خانوم برداریم برید داوودی حال کنید، کارا رو بسپرید دست ما. همین آقای ظریف، امثال آقای ظریف ما تو تاریخمون دیدیم دیگه، نمونایی هست. و متاسفانه روشنفکران دینی هم هنوز گرفتارن. هنوز شب که میره خونه میگه ای داد من امام زمان رو نفی کردم، نکنه بچه‌م کور بشه. هنوز گرفتاره. هنوز میگه من گفتم قرآن وحی الهی نیست، شاید فردا زنم سرطان بگیره. اینه که در جدالی که با خودشون هستن، 40 سال 50 سال اون تربیت پامنبری رسوباتش هنوز هست. واقعا ما یه مارتین لوتر میخوایم به معنای واقعی که بلند شه و مذهب شیعه رو نجات بده، ولی مذهب شیعه هم مثل مذاهب فراموش شده از بین خواهد رفت. البته این اشاره‌ای که کردیم به روشنفکر دینی به صفات و خصوصیاتی که در پی اون باز اشاره کردید، همین سبب شد آقای نوری‌زاده که بسیاری مشکل دارن با این ترکیب که روشنفکر و روشنفکر دینی چگونه میشه روشنفکر بود و مرتبط بود. حالا اعتقادات دینی خب به جای خود محترم هست. اشاره ای شد به نامه برای آیت الله خمینی، آیت الله مهاجرانی خامنه ای، آیت الله مهاجرانی هم چنین نامه ای نوشته بود و هم به دفاع برخواسته بود از اینکه دستان آیت الله خامنه ای آلوده به پول و ثروت مردمان نیست و موارد بسیار دیگر. و ریشخند و پوزخند وزیر پیشین ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی از بانیان اصلی فساد در حکومت ایران. محمد جواد ظریف همونطور که اشاره کردم چون این سخنی گفت. جوانان ایرانی کمپینی تشکیل دادن و منتشر کردن در این زمینه که ما برخلاف آنچه که ظریف میگوید خواستار چون این وضعیتی نیستیم. همراه شما عزیزان خواهیم بود و سری خواهیم زد به حوالی سفره مردم ایران در کنار چاهای نفت، تورم در ایران، تحریم‌های در راه و آنچه که حکومت ایران در این زمینه انجام داده یا
نداده است، همراه با آقای حسن منصور در انگلستان و آقای علی رضا نوریزاده دورتر از انگلستان در گوشه دیگر از اروپا. تا لحظات دیگر. آقای منصور، گزارشی از طرف بانک مرکزی یا خود بانک مرکزی منتشر کرده به نحوی که باز اشاره میشه در این گزارش قابل درک است، قابل برداشت است که نرخ تورم همچنان تقریبا رو به افزایش هست. چشمانداز تحریم‌های در راه رو شما چطور می‌بینید بعد از سال‌ها که تحریم‌ها هیچ اثری نداره و هیچ پیامدی برای ایران نداره؟ کار به جایی رسیده که رژیم ایران، حکومت ایران، نظام فقیه ملتمسانه به دادگاه لاهه توسل پیدا کرده، علیه آمریکا شکایت کرده، اونم به دادگاهی که به هر حال رأیش قابل اجرا نیست هر چی که باشه. تفسیر شما رو می‌شنوم، این مجموعه به شما چه خواهد گفت؟ از قبل دو تا مقوله مربوط به هم رو عنوان فرمودید آقای چالنگ عزیز. ببینید، از مقوله تورم شروع بکنم. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در یک ماه تورم 5.5% بوده، یعنی در یک سال حدود 60-65% اگر چنین ادامه پیدا بکنیم. و بعد وارد جزئیات نمیشوم که تورم از ماهی به ماهی، از دو تا ماه مشابه به اصطلاح تورم های نقطه به نقطه، از این قضایای به اصطلاح فنی میگذرم. مسئله این است که تورم 40-50-60% و بالاتر از اون برای مردم محسوسه، یعنی مردم احساس میکنن که قیمت ها ساعت به ساعت دگرگون میشه و بالا رفتن عمومی قیمت ها در طی این ماه گذشته نه 5%، بلکه تا اطلاعاتی که من گرفتم از افراد مختلف و متعدد بالای 20%، 30% بوده در این ماه. به این ترتیب نظام پولی ایران دچار یک گرفتاری بنیادی است و این گرفتاری بنیادی از اینجا ناشی است که تولید ملی ایران طبق آخرین ارقام بانک مرکزی 1400 تریلیون تومان است. 1400. در برابر این تولید ناخالص ملی 1600 تریلیون تومان نقدینگی وجود داره. معمولا نقدینگی یعنی پولی که یا به صورت پول مسکوک وجود داره یا به صورت پول‌های دیجیتال و اعتباری در نزد بانک‌ها به حساب اشخاص و شرکت‌ها وجود دارد. در نتیجه مجموعه این نقدینگی باید بچرخد تا چرخ اقتصاد رو بچرخونه. ولی وقتی 1600 در برابر 1400 بچرخد، معنیش این است که حتی یک واحد پول در عرض یک سال یک بار نمیچرخه. برای اینکه یک بار به چرخه باید در برابر 1400 1400 داشته باشه. وقتی 1600 می شود کمتر از یک سال، کمتر از یک بار می چرخد. معنی این سخن وجود رکوده در اقتصاد ایران، رکود وجود داره. منتها تالی فاسد این نوع رکود این است که اون پول های اضافه که در حساب های شرکت ها، به ویژه شرکت های خودی، دست های خودی، حساب های افراد متکی به این قدرت موجودند، اینا وارد چرخه گردش یا چرخه تولید نمیشن، بلکه مترصد میمونند تا مجالی برای سودجویی پدید بیاد. این مجال ممکنه در بازار ارز باشه، در بازار مستغلات باشه، در بازار طلا باشه، در بازار قاچاق باشه یا هر بازار دیگری باشه و انواع فسادهای دیگر. در اونجا وارد که شد اون بازار رو به حد انفجار دگرگون میکنه. همین حرکت قیمت ارز در کشور طی این چند ماه یکی از تبعات
این نوع نقدینگی است. ولی این مسئله نباید معصومانه ازش گذشت. مشکل این است که چگونه است که این همه نقدینگی پدید میاد. ریشه قضیه بسیار بسیار طولانی است، ولی من خیلی مختصر عرض کنم. برای اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی، همشون دولت‌های جمهوری اسلامی، سیاست پولی نداشتند. سیاست پولی مجموعه اقداماتی است با اهرم‌های شناخته شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ قدرت خرید پول ملی. در نتیجه هیچ بانک مرکزی مسئولی اجازه نمی‌دهد که پول بیش از نیاز گردش تولید ملی چاپ بشود، صادر بشود. ولی در ایران اینجور انجام می‌گیرد. دلیلش هم روشن است. چرا اینطوری می شود که اول پول صادر می شود و بعد از اون ما دنبال قیمت ها می دویم که قیمت ها 2 برابر شد، 3 برابر شد، 15 برابر شد. برای اینکه پول در برابر اون سنجش های بانک مرکزی صادر نمی شود، بلکه در برابر فشار دستگاه های خودی، شرکت های خودی که چک صادر می کنند و بانک مرکزی در واقع اداره پرداخت چک این شرکت هاست. یعنی وقتی دولت از یک سو چک صادر میکنه، بانک مرکزی این توان رو نداره که بگه شما برای این اعتبار مصوب ندارید، من این چک رو پاس نمی کنم، برمیگرده. یا وقتی شرکت های مربوط به صنایع پولاد، پتروشیمی این چک ها رو میفرستن، بانک مرکزی پول میپردازه برشون. در نتیجه بعد ما با این پدیده رو بروشیم که مقدار پول به شدت افزایش پیدا کرده. فقط یک نمونه دیگه عرض کنم. ببینید، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی از 100,000 میلیارد تومان فراتر رفته. معنی این سخن چیه؟ معنیش این است که اون پولی که باید بانک مرکزی، بانک خصوصی به عنوان رزرو بگذاره در نزد بانک مرکزی، در نتیجه نتواند اون رقم رو وام بده به دیگران، به گردش بندازه، اون از خود نگه میداره و بعد اون رو به درخواست کنندگان وام میده و این پول به عنوان پول محکم عمل میکنه. یعنی وقتی وارد بانک مرکزی میشد از حرکت باز میایستاد. در نزد این بانک خصوصی هر یک واحد این پول حدود 7 واحد پول ایجاد می کند. در نتیجه نقدینگی منفجر می شه. پس پشت قضیه اساسی این مسئله است. که برگردم به قسمت دوم سوالتون که سوال مرکبی بود. اگر مختصر بفرمایید ممنون میشم، برای اینکه وقتمون کم است. بفرمایید. خیلی مختصر در یکی دو جمله عرض کنم. تحریم‌های این بار قطعاً مؤثرتر از تحریم‌های سابق خواهند بود، برای در اینجا به دو دلیل. اولاً راه‌های دور زدن تحریم‌ها که جمهوری اسلامی به اصطلاح ابتکار کرده بود بیشترشون شناخته شده است و لو رفته است. دوم اینکه این بار نه فقط نفت ایران، بلکه میعانات گازی هم تحت تحریمند. همین میعانات گازی که روزانه 300,000 بشکه صادرات داره، قبلا به عمد یا به سهو از قلم دولت اوباما افتاده بود که آقای ترامپ این را هم وارد کرده است. در نتیجه قضیه بسیار سفت‌تر خواهد بود. خب آقای نوری‌زاده، تعریف بسیار دقیق و شریفی از سیاست پولی دولت کردند که هدف اصلیش حفظ و بالا بردن قدرت خرید پول ملی هر کشوری هست. ظاهرا این سیاست در دولت و مجموعه حکومت هست، منتها یک دایره بسته ای رو در بر میگیره، یعنی قدرت خرید ارزهایی که منتقل میکنن. و این تحریم‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه بعد از این همه مرگ بر آمریکایش غلطی نمی‌تواند بکند، ملتمسانه متوسل به قرارداد و پیمان‌نامه 1955 شدن حکومت ایران در زمان شاه و آمریکا، آیزنهاور و حسین علا امضا کنندگانش بودن؟ اینم آقای چالنگی نشانه وقاحته.
شما از دیوار سفارت آمریکا رفتید بالا، 52 آمریکایی رو خلاف ارادهشون 444 روز گروگان گرفتید، شکنجهشون کردید. من خودم در واشنگتن با یکی از این گروگانا صحبت کردم، گفت همین خواهر مری، خانم ابتکار، شب می اومد در جایی که ما تهدید به تجاوز می شدیم، ایشون هم با شوهر آیندهشون می ایستادن. منظورم اینه، اون وقت شما روتون میشه برید بگید امریکا عهدنامه مودت رو شکسته؟ چند تا آمریکایی رو شما گروگان گرفتید؟ سفارت آمریکا در بیروت رو منفجر کردید، مقر تفنگدارا رو، بمبای کنار جاده ایتون تو عراق چقدر امریکایی کشت و خیلی وقاحت، فقط آخوند این وقاحت رو بلده و سه آقای جواد ظریف، یعنی از کسی دیگه بر نمیاد. بنابراین اون که اصلا مسخره است، خنده داره، یعنی آمریکا فقط یه جلسه وکیلش بره داستان گروگانگیری رو بذار رو میز قاضی، اینا باید با گردن شکسته بیان بیرون. البته آقای بفهمند این روز ادامه، ولی موضوع اینه که اتفاقا یکی از وکلای آمریکا در دادگاه گفته که آقا اینا آمدن من شکایت کردن که تحریم ها باعث ضربه زدن اقتصاد ایران رو ویران کرده، گفته که این حرفای آیت الله خامنه ای هست که گفته تحریم ها هیچ اثری روی اقتصاد ما نداره. استناد کردن به همین حرف. بفهم. بله. آقای خامنه ای در سخنرانی اخیرشون اشاره کردن که بله من اجازه میدم با اروپا حرف بزنید، ولی خیلی اعتماد نکنید. شما در اول برنامه اشاره کردید که وزیر خارجه فرانسه چه گفته. الان اروپایی هم زیر فشار شدیدن. اولا شرکتاشون حاضر نیستن با یه برو جلوی دولتاشون برن تو ایران و بعد گرفتار بشن. اینه که توتال میاد بیرون، بقیه میان بیرون، فروش هواپیما ها متوقف میشه و غیره. اما این نکته به نظر من جالبه. اروپایی ها الان دارن میرسن به اون نقطه ای که باید یه تصمیم جدی بگیرن. حالا برای توجیه این تصمیم جدی حداقل باید با جمهوری اسلامی صحبت کنن که آقا از یمن بیا بیرون، حداقلش از یمن بیا بیرون، حالا مال سوریه هم ترتیباتی داره داده میشه، ولی از یمن بیا بیرون. بعد فقط هم مسئله به اینا ختم میشه، رفتار رژیم با مردم هم الان اضافه شده، پیغامایی که پنهانی به رژیم دادن. اگر شما اینو امریکا صریحا گفت، اروپایی‌ها به طور زیر لبی، که اگه شما بخواید مردم رو سرکوب بکنید، کشتار بکنید، ما نمیتونیم کنارتون بایستیم. اینه که رژیم خودش میدونه نه اروپا اروپاییست که منهای آمریکا بخواد با اینا رفاقت کنه. بعد هم انقدر اینا پرونده کنه سیاه تو اروپا دارن که کافیست چند تا از اونا بیرون آورده بشه. اینه که من گمان میکنم این تحریم ها کمر رژیم رو بشکنه. البته برای مردمم مصیبت داره، ولی برای عبور از هر مشکل و مصیبتی تحمل یه مقدار دردم ضروری است. برای تولدی دیگر این زایمان دردناک رو مردم باید تحمل کنن تا بشه از این مصیبت عبور کرد و رسید به اون نقطه ای که ایران با این همه قابلیتاش جایگاه خود رو در دنیا پیدا کنه. سپاس بسیار از شما آقای علیرضا نوری‌زاده در گوشه ای از اروپا دورتر از لندن، و با سپاس از شما آقای حسن منصور در حوالی لندن انگلستان. سپاسی دوباره از شما، گفتنی ها بسیار و وقت ما کم. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظات دیگر. چند خبر هست که من مایل هستم با شما عزیزان در میون بگذارم. یکی این که علم الهدا در مشهد، احمد علم الهدا نماینده فقیه در مشهد آمده گفته نخواهی توانست به اسم شادی جوان مشهدی رو فریب بدهید و در مقابل قداست شهر قرار دهید. مردم مشهد با همه قدرت از قداست شهر دفاع کنید، از مردم خواسته. توضیح نداده البته، منظورش کنسرت هست. نظری چون قداست شهر به گفته ایشون از بین میره
پیش از انقلاب اگر کنسرتایی در اونجا بود چطور قداست مشهد از بین نرفته؟ علم الهدا توضیح نمیده و باز توضیح نمیده که به گفته خود 4 میلیون زائر خارجی به مشهد داشتیم در سال گذشته. این قضیه و ماجرای سکس زیارت سکس یا سکس خالی که به طور با پوشش مذهبی در مشهد علم الهدا و گروه او و بسیاری دیگه مرتبطین با گروه علم الهدا در اونجا راه انداختن، آیا این به قداست شهر مشهد لطمه میزنه یا نمیزنه؟ چون این اقداماتی که روحانیت حکومتی در مشهد به راه انداخته، پذیرایی سکس زیارت از زائران خارجی به ویژه عراقی ها. بازداشت شدگان محیط زیست هم در چند قدمی دادگاه هستند. چند نفر از افراد محیط زیست هم نوعی حل مسئله مسائل مربوط به محیط زیسته که فعالان محیط زیست رو زندانی کنن، شکنجه کنن و خودکشی کنن در زندان ها. و اما یک خبری من داشتم، آقای پرویز پرستویی، اون هنرمندی که بدون تردید بازیگری او در مواردی بازیگری قابل تأملی هست و در مواردی به هر حال در مجموع بازیگر قابل تحملی هست بر پرده سینما آمده و حرفی زده. ایشون حرفستان و از رفتن به مجلس شیخ پرزیدنت تنها این نکته رو دیده که نمایندگان بی احترامی کردن، راه می رفتن، حرف می زدن در اونجا و گفته مجالس خارج رو نگاه کنید. آقای پرستویی قطعا توجه دارن چه چیز این مجلس و این دولت و این حکومت مانند کشورهای خارج هست، اون کشورهای مورد نظر ایشون که حالا رفتار نمایندگان با رئیس جمهور بیله شغندر. اما آقای پرستویی که قبلا هم از ستایشگران و در لحن متملقانه است که به کار بردن که چون این نکنید احترام داشته باشید چه پرزیدنت، در لحنی که برای قاسم سلیمانی هم به کار بردن. به جای این کارها بهتر هست آقای پرستویی رفتار غیر محترمانه ای رو که با همکاران زن در تلویزیون سینما میشه مورد توجه اعتراض یا توصیه قرار بدن. میبینیم خانم میترا حجار درباره چگونگی پوشش بانوان در برابر دوربین در حکومت فقیه که از ستایشگران اون آقای پرویز پرستویی هستن با هم میبینیم. سلام، در ادامه پست آقای جوله هشتگ من و سانسورچی خواستم بهتون نشون بدم این گوشه ما رو اینجور چسب میزنن که اینا خدا نکرده دیده نشه گوشان. بکنم بهتر بود میذاشتیم هشتگ گوش و حالا باید این چسب رو بکنید. عاشقت هم سانسی. بله، در ممالک خارج آقای پرستویی با هنرمندان زن چنین رفتاری نمی کنه. به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما عزیزان در هر کجا که هستید با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم هم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. منتظر نظرات شما هستیم. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوز، ابرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.